درود بر همگان. پرسیده میشه که آیا عملیاتی که ارتش آمریکا، در واقع نیروی هوایی آمریکا، در خاک عراق و سوریه انجام داد و نیابتی های حکومت اسلامی ایران رو حسابی کوبید، خوب بود، بد بود، کافی بود، شاید کافی نبود؟ مسلم این است که افراد با توجه به احساسات خودشون و عقاید پیشینشون به این پرسش پاسخ میدن و معیار قرار میدن. ولی در گفتگوهایی که من با چند کارشناس نظامی داشتم میگویند که در مجموع انتخاب هدفها بسیار خوب بوده، در داخل خاک عراق، در سوریه، و آمریکایی‌ها کار ساده‌ای نداشتند. البته درسته وقت گرفت براشون، چندین و چند روز طول کشید تا واکنش نشون دادن. البته باید اینطوری باشه، یک ابرقدرتی مثل ایالات متحده وقت داره که با سنجیدگی، با مطالعات پیشین، با بررسی‌های لازم هدف‌های مورد نظر رو تعیین بکنه، مشخص بکنه و ضرباتی وارد بیاره که کاری باشه، و اون ضربات هم باز باید عوامل دیگری رو هم در نظر بگیره، مثلا سیادت و حق حاکمیت عراق. سوریه خیلی مهم نیستش و روابط آینده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و کل منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس با دولت هاست. واکنش احتمالی حکومت ایرانه. درسته قبلا بهشون اطلاع دادن که ما قصد داریم هدفهایی رو در سوریه، نگفتن کجا، هدفهایی رو که وابسته به نیابتی های رژیم ایران هست بزنیم. دیدیم و شنیدیم که شماری از سرکردگان سپاه قدس فرار کردن از سوریه، فرصتی داشتن که تمام وسایل و تجهیزات رو که جنبه حیاتی داره از پایگاه ها در سوریه و در عراق خارج بکنن. افراد نظامیان هم اون پایگاه هایی رو که احتمال می رفت مورد بمباران قرار بگیره ترک بکنن. و دیدیم که عملیات نظامی ایالات متحده در هر دو کشور تلفات زیادی به دنبال نداشت. گفته شد که 22 نفر کشته شدن و این عملیات، پیش از این عملیات، یک حمله سایبری بسیار موثری انجام گرفت و غیره و غیره، و اینها واقعا باعث رضایت میتونه باشه. و مهمتر از همه آن که ارتش آمریکا یا دولت آقای بایدن اعلام کرده که این عملیات ادامه خواهد یافت. یعنی این فقط یه بار نبود که زدن و ترک کردن، باز هم خواهند زد. و درسته که واکنش های از سوی همین سازمان های نیابتی که مورد تعرض قرار گرفته بودند دیده شد، ولی این خودش اتفاقا میتونه بهانه و وسیله و انگیزه باشه برای ارتش آمریکا که بره دوباره بزنه. حالا این جنبه های مثبت قضیه است. جنبه های منفی این است که میگویند، برخی میگویند که چرا مستقیما با خود حکومت ایران درگیر نشدن، چرا سر مار رو نزدن، سر مار در تهرانه. و پاسخ ایالات متحده، دولت آقای بایدن، انتخابات پیش رو و غیره این است که آقای بایدن نمیخواهد با حکومت اسلامی ایران وارد جنگ بشه. رژیم ایران هم با همه هارت و پورت هایی که داره نمیخواد با آمریکا درگیر بشه، چون میدونه که میزنن و حسابی هم خواهند زد، و این زمینه رو آماده میکنه که مردم ایران به خیابان ها میان و رژیم متزلزل کنونی رو تلاش بکنن که براندازن و از دستش خلاص بشن. هیچ کدوم اینا جنگ نمیخواد. این است که یک فاصله های رو، یک خط قرمز های رو رعایت میکنن. حالا باید ببینیم که حکومت آمریکا کی دوباره این اماکن یا اماکن مشابه اون رو مورد حمله قرار خواهد داد، تا چه حد میتونه
به حکومت ایران زیان وارد بکنه. احساس شخصی من این است که ترس و وحشت حکومت رو فرا گرفته. میدونن که اگر بیش از این بیاین و نیابتی ها رو تحریک بکنن و بهشون دستور بدن که به عملیات ایزایی و تهاجمی علیه ارتش آمریکا در عراق و سوریه ادامه بدن، ممکن است که آمریکایی ها بالاخره بیان و منافعی و مکانهای وابسته به حکومت ایران نه در داخل خاک ایران بلکه بیرون از خاک ایران رو هم بزنند. و همین از یک طرف دیدیم که ابراهیم رئیسی گفت که ما خواهان جنگ نیستیم ولی قلدران رو به شدت مجازات خواهیم کرد. حالا ببینیم که دولت آقای رئیسی چه جواب خواهد داد. به هر حال خوب بود به نظر من عملیاتی که ارتش آمریکا انجام داد، مسلما کافی نبود، مسلما نمیتونه این نیابتی ها رو از بین ببره، ولی یک ضربه ای به حکومت ایران بود، یک هشدار خیلی خوبی بود که امیدواریم ادامه پیدا بکنه و به مرحله ای برسه که یک مشوقی هم برای مردم ایران باشه. به امید آن روز همگان را به پروردگار می سپارم.